بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر، بیدک الخیر و انک علی کل شیء قدیر. اللهم صل على محمد و آله و کفنی ما یشغلنی الاهتمام به و استعملنی بما تسألنی قدن و استفرق ایامی فی ما خلقتنی له و اغننی و اوسع علی فی رزقک و لا تفتنی بالبتر و اعزنی و لا تبتلینی بالکبر. خب قبل از هر چیز من تشکر میکنم از برادر عزیزمون آقای سلام الدین که 5 دقیقه رو ما رو به فیض رسوندن و ما اگر این مطالب رو میخواستیم بگیم به 20 دقیقه طول میکشید، اما قلم و عرشه و تابلو و چند رنگ و هنر گوینده فرصتها رو اینجوری عرشه باید که ازش استفاده میکنه. این شیوهی که حالا دوستان بعضا شروع کردن، خصوصا دوستان تاجیکستان بیشتر تو این زمینه جلوتر هستن و نمونهش هم کاریست که آقای سلام الدین کردن، امیدوارم طلاب دیگمون هم حرکت بکنن و از این شیوه استفاده بکنن. شیوه موفقی است. آقای قرائتی چند بار که اینجا آمدن گفتن من عمرم دیگه داره به اتمام میرسه، من میخوام مشابه سازی کنم و کسانی باشن که شبیه کاری که من عمرم رو تو این راه گذاشتم و نتیجه گرفتم این رو دیگرانم انجام بدن. در بین ایرانی ها این کار رو دارن انجام میدن، در بین دوستان ما هم تا حالا چند دوره برگزار کردن. آقای سلام الدین هم دوره قبل که مشهد برگزار شد بعد یه گزارشی دادن و اینکه هم عنایت الهی شامل حالشون شد و هم به هر حال جرقه‌ای زد و تو این فضا الحمدلله رشد خوبی کردن. حالا جلسات بعد اگر دوستان دیگه این فرصت رو بدن و 5 دقیقه تا 10 دقیقه مطلبی بفرمان به هر شیوهی که مورد نظرشون هست ما استفاده بکنیم که خیلی عالی خواهد بود. اگر نه دیگه آقای محمدی پور یه نفر همیشه ذخیره دارن، چون بهشون بگید این کار رو ادامه خواهند داد انشاءالله. در ادامه دعای شریف مکارم الاخلاق به این فراز رسیدیم که امام سجاد عرضه می دارن و اعزنی ولا تبتلینی بالکبر. امام سجاد از خدا طلب عزت میکنن که خدایا من رو عزیز بدار و من رو از ابتلاء به کبر باز بدار. در باب عزت و عزیز بودن مؤمن در مقابل ذلیل بودن مؤمن هم روایات زیادی داریم، هم از آیات فراوانی میتونیم استفاده بکنیم. عزت در لغت اینجوری معنا شده: العزتو حالتون مانعتون للانسان ان یغلب. عزت یک صفت درونی است، یک حالت درونی است. این حالت درونی جلوی مغلوب شدن انسان، جلوی شکست انسان، جلوی سرفکنده شدن انسان رو میگیره. ما به درون خودمون که مراجعه میکنیم حالاتی رو در درون خودمون احساس میکنیم. گاهی انسان احساس ذلت میکنه، گاهی انسان احساس کوچکی میکنه، گاهی انسان احساس عزت میکنه. عزت اون حالتی است که در درون انسان میجوشه و باعث میشه انسان هر حرکتی رو انجام نده، هر سخنی رو به زبانش جاری نکنه، هر رفتاری رو از خودش نشان نده. حضرت امیر می‌فرماند که انسان گاهی در مقابل مال ذلیل میشه، گاهی در مقابل شهوت ذلیل میشه، گاهی در مقابل مقام و پست ذلیل میشه، گاهی در مقابل دنیا ذلیل میشه، گاهی در مقابل زن ذلیل میشه. و می‌فرماند که ذلیل‌ترین انسان‌ها کسی است که در مقابل شهوت ذلیل میشه، یعنی عزت خودش رو در مقابل شهوت از دست میده. عبد الشهوت ازل من عبد الرق. بنده شهوت ذلیل تر است از بنده زرخرید. یعنی کسی ممکنه تو بازار برده فروشا بفروشنش،
پول بدن بخرنش، این بره هر نوع کاری رو به خاطر برای مولاش انجام بده، چون بنده است و برده است. این یه نوع ذلتی است دیگه. فرضا اسلام این ذلت رو نمیپذیره. آدم آزاد نمیتونه بنده بشه، برده بشه. حالا که دوره بردهداری به اون معنا گذشته، اما در صدر اسلام هم شریعت مقدسه همیشه نوعی احکام رو صادر کرده که کسی در بردگی انسان‌های دیگه نباشه، از بردگی آزاد بشه. چقدر تاکید داشته که کسی برده رو آزاد کنه چقدر عجب میبره. کسی که تخلفی میکنه، مثلا کفاره‌ای باید بده بره یه بنده‌ای رو آزاد بکنه. بنای اسلام این نیست که انسان بنده انسان دیگری باشه، انسان فقط بنده خداست. اما در این حال حضرت امیر می‌فرماید که بنده شهوت از بنده انسان‌های دیگه ذلیل‌تره، پست‌تره. و این مسئله بسیار مهمی است. این مطالبی که امام سجاد می‌فرمان خب خطاب به عموم مردمه، اما در همه این موارد اگر دقت بکنیم به اصطلاح ما پرش ماها رو بیشتر می‌گیره. یعنی یه طلبه، یه آخوند، یه روحانی توی این ادعیه‌ای که امام سجاد به عنوان دستورالعمل فرمودن همیشه باید یه پله جلوتر از دیگران باشیم. روحانی اگر در درونش حالت ذلت باشه، این خیلی شکست برای روحانیت، شکست برای دین. مردم ببینن یک روحانی ذلیل النفسه. یعنی چی؟ یعنی روحانی اگر رفت در این مجلسی دید فقرا نشستن، تو اون مجلس سنگین میره، سنگین میاد. اما رفت توی مجلسی دید همه اغنیا و پولدارا و خمس بده ها هستن، سبک میره، سبک میاد، بخنده میره، بخنده میاد، انگار که عرض شود که تو مجلس خودی داره میره، تو مجلس از مجلس خودی داره بیرون میاد. این ذلت روحانیه. روحانی که فضای بیرونی رفتارش رو تغییر بده، حرکتش رو تغییر بده، حالات چهره صورتش رو تغییر بده، این یک روحانی ذلیلی است. یک روحانی ذلیلی است. برای همه انسان ها شهوترانی کار زشتیه. همه تقویح میکنن، حتی غربی هایی که در اوج مسائل عرشبت که جنسی هستن و گوی رو از همه رو بودن، بازم تو بحث مسائل جنسی میگن فلان وزیر یا فلان رئیس جمهور ایرادش اینه که مثلا زن بازه. الان میبینید دیگه، الان تو فرانسه این مسئله هست، تو ایتالیا این مسئله هست. یعنی با دیده یه حقارت نگاه میکنن به یه آدمی که نمیتونه خودش رو کنترل بکنه. این یه خصوصیت عامه، هر جا برید این هست. حالا شما فرض کنید یه روحانی این حالت رو داشته باشه، یه روحانی رفتار اجتماعیش رفتاری اینگونه باشه، ولو تو قالب‌های عرشبت که شرعی، ولو تو قالب‌های شرعی، چون قالب‌های شرعی ما تعریف خاص خودش رو داره که اون تعریف خاص رو ما معمولا مطرح نمی کنیم. در زمان مرحوم آقای بروجردی یه زنی اومد پیش آقای بروجردی و شکایت کرد از یه طلبه ای. گفت آقا این آقا من رو به هر حال صیغه کرده و حالا مدتی من رو رها کرده. آقا فرمودند اون شخص اومد آقا سوال کردن این اتفاق رو، گفت بله من طبق شرع عمل کردم، شرع آزاد کرده. حالا آقای بروجردی تعبیری به کار بردن که من اون تعبیر رو به کار نمیبرم، خفیفترش میکنم. ایشون با تعبیر خفیفتر من گفتن شر هر غلطی که گفت که تو نباید بکنی. غلط گفتن یعنی یه کاری ما رو یه موارد خاصیه برای یه شرایط خاصیه، تو از اون کار که برای موارد خاص و شرایط خاصه سوء استفاده کردی به نفع خودت و یه حرکتی کردی که الان خانم اومده از یه روحانی شاکیه. این ذلت نفسه، این ذلت نفسه. خدایی نکرده، البته ما تو فضای کاری خودمون، مجلس هم مجلس خصوصی است، این حرف از اینجا بیرون نمیره، تو فضای کاری خودمون به هر حال با مسائلی مواجه میشیم. کار ما در این مجموعه فقط درس و بحث و کلاس که نیست، چند برابر درس و بحث و کلاس وقتمون صرف همین مسائل میشه که یه آقا طلبه ای تو این مجموعه رفته خونه یه طلبه دیگری که رفیقش بوده، اون طلبه دیگه که رفیقش بوده رفته بیرون جنسی بخره، تا جنسی بخره بیاد یه اتفاق ناشایستی افتاده. این ذلت نفسه، این پستی نفسه. این آدم مرجع تقلید هم بشه که نمیشه، به درجات بالای علمی هم برسه که نمیرسه، این آدم ذلیل و پستیه، این آدم بی ارزشیه.
کسی که نمیتونه خودش رو کنترل بکنه. حالا این یه نمونه، نمونه های دیگه ما در همین سفر اخیری که داشتید، متاسفانه در این سفر اخیری که داشتید دو سه تا مشکل جدی تو این قضیه داشتیم که حالا هنوزم درگیر اون مسائل پیش آمده هستیم. دوستان پا میشن میرن 200 تا 300 تا 500 تا کربلا پیاده و عرشبت که با صفا و با نورانیت، و دو تا ایراد تو این کار هست. یکی اون کسی که داره میره سفر باید توجه بکنه یه زن جوان رو اینجا رها میکنه میره، تو این محیط رها میکنه میره، یک. دو، به دیگران، به رفقا، به دوستان داخل خارج آدرس داده، شماره داده، ارتباط ایجاد کرده، گاهی اینو رها میکنه میره، ده روز میره و برمیگرده، ممکنه یه اتفاق ناشایستی بیفته. بعد اون موقع همه ی حلاوت و شیرینی یه سفر معنوی در مورد همه از نظر ما به دو سه تا تخلف سنگین عرشبت که از بین میره. این ذلت نفسه اون بنده خدا که من نمیگم اون طلبه، اون اومد پیش ما و عذرخواهی کرد، گفت آقا من یه غلطی کردم، من یه اشتباهی کردم، من جوون بودم، من فلان کردم، شما بگذرید. من بهش گفتم، گفتم تو به یه صفت نفسانی دچار هستی که به درد هیچ کاری نمیخوری، فضلاً از روحانی بودن، از آخوند بودن، چون ذلت نفس داری، چون نتونستی خودتو کنترل کنی. مؤمن نفسش عزیزه، عزت یعنی بلنده، در اوج نفس عزیز، نفس بلند، نفسی که در اوجه به راحتی شکست نمیخوره، لا یغلبه، شکست نمیخوره. در مقابل مال نمیشکنه، در مقابل مقام نمیشکنه، در مقابل شهوت نمیشکنه. این که حضرت میفرماد العزت و حالتون مانعتون للانسان من ان یغلب، حالتی است که مانع میشه انسان شکست بخوره در مواجهه فقط با دشمن بیرونی نیست. که آقا جنگی شده، آدم ذلیل زود تسلیم میشه، آدم عزیز میجنگه. این هست. ملت ها اگر عزت داشته باشن، حکومت ها اگر عزت داشته باشن، حکام اگر عزت داشته باشن، سر در مقابل دشمن خم نمی کنن. مشکل حکومت های ما اینه که ذلیلن، سرانشون ذلیلن. این حرکت هایی که الان انجام میشه، این عزت ملت هاست، این بلندی روح ملت هاست که داره انجام میشه. خدا عزیزه، ولله العزه، ولرسوله، وللمؤمنین. حالا ما در بحث کبر که الان میرسیم، کبر اختصاص به خدا داره. الکبر رداء الله، کبر اختصاص به خدا داره. نمیگیم ولله الکبر ولرسوله ولل، اینو نمیگیم. کبر اما عزت برای همه هست. ولله العزه ولرسوله وللمؤمنین، یعنی مؤمن از خدا عزت رو میگیره. فقط یه تفاوت هست، عزت خدا در دعا هم هست، یا عزیزی که ذلت نداری، عزیزی که ذلت نداری. اما مؤمنین عزیزانی هستن که یک ذلت دارن و اون ذلت در مقابل خداست. مؤمن کسی است که فقط در مقابل خدا ذلیل میشه، فقط در اگر کسی در مقابل خدا هم گردن کشی کنه، این هنر نیست، این میشه شیطان، این میشه کبر، میشه کبر. اما مؤمن اون کسی است که در مقابل دیگران عزیزه، سرخم نمی کنه، سرکج نمی کنه، اما در مقابل خدا ذلیله، سر به سجده میذاره، عشق میریزه، درخواست میکنه، خودش رو عرضه میکنه که خدا به او رحم بکنه. این فرق بین عزت الهی و عزت بندگان خداست. حضرت امیرمون دعای معروف رو دارید که شنیدید که الهی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا، همین عزت برای من کافی است که من تو رو بندگی کنم. امام علی فرمودند العزیز و به غیر الله ذلیل. این عزتی هم که مؤمن داره باید در پناه خدا باشه، یعنی عزت انسان عزت الهی باشه. تو این مملکت ما شاه خیلی ادعای بزرگی و عزت میکرد، اما با ذلت رفت. حالا دیگه تاریخ و این نگاه به تاریخ تو مرتبه ها و رده های مختلف خیلی مفیده. الان شما ببینید یه زمانی کسی جرأت نداشت به عرشبت که مبارک اشاره بکنه، حرفی بزنه، حتی
حکومت‌های خودمون گاهی ما بحث می‌کردیم به مسائل رو، می‌گفتن اونجا اون فضایی است که کسی نمی‌تونه. مثلا الان ببینید یه آدم ذلیله، مبارک یه آدم ذلیله، بن علی یه آدم ذلیله، قذافی با این همه بروبیش یه آدم چون این عزت‌ها عزت الهی نیست، عزتی که در ارتباط با دشمن خدا آخرش ذلته. آیه قرآن می‌فرماد الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزه، آیا پیش اینها عزت میخوان؟ اونایی که میرن در خانه کفار چاپلوسی میکنن اینا عزت میخوان؟ فان العزه لله جميعا، عزت مار خداست. امام علی میفرمان لا عزه اعز من التقوا، بالاترین عزت تقواست، بالاترین عزت گناه نکردنه، شکست نخوردنه در مقابل شیطان. آدم متقی در مقابل شیطان شکست میخوره، در مقابل شیطان ایست. این خیلی واقعا خیلی زیباست، خیلی قشنگه. این کاری که مثلا حضرت یوسف میکنه که همه شرایط گناه براش فراهم میشه، او خدا رو میبینه و استقامت میکنه و گناه نمیکنه، این واقعا زیباترین حرکتیست که انسان میتونه انجام بده و عزت خودش رو نشون بده. یعنی من شکست نمیخورم، گناه هر چقدر بزرگ باشه، مال هر چقدر بزرگ باشه، پست هر چقدر بزرگ باشه، مؤمن شکست نمیخوره، سرخم نمیکنه. باز شما ببینید مثلا حالا اینها مثال هاست، باز ما تو حتی تو کشور خودمون که یک کشور اسلامی است، یک کشور عزت مداره، زمان انتخابات که میشه، حالا انتخابات مجلس شما فرض کنید، حرف هایی که میزنن، تبلیغاتی که میکنن، کارهایی که میکنن، اگر کسی دقیق باشه میتونه بفهمه کدومی که از اینا آدمای عزیزی هستن، کدوم از اینها آدمای ذلیلی هستن، آدمای پستی هستن. آدم پست هر کاری میکنه تا به ریاست برسه، هر رفتاری رو از خودش نشون میده تا به ریاست برسه، اما آدم عزیز در هیچ شرایطی رفتارش تغییر نمیکنه، اون عزت اجازه نمیده رفتارش رو عرشبت که تغییر بده. باز امام فرمودن، حضرت امیر فرمودن اقنع تعز، قانع باش عزیز باش، قانع باش عزیز باش. اینا روش های کسب عزته. چه دلیلی داره من یه جوری رفتار کنم در زندگی اقتصادیم که دستم بیشه رفیقم دراز باشه؟ هی بخوام قرض بگیرم، آقا حالا 10,000 تومان، حالا 20,000 تومان، حالا 5. چه دلیل داره من برم تو رفتار اقتصادیم؟ حالا باز تجربیات ماست دیگه، دوستان که اینجا میگم عمدتاً نیستن که جسارتی بشه، شما که نمیدونید چی دارم عرض میکنم. کسی میاد میگه آقا من به شدت تحت فشارم، انقدر بدهکارم. میگم خب چه کار کردی توی طلبه که انقدر دریافتیته؟ چه کار کردی؟ میگه خب یه تلویزیون رنگی رفتم خریدم 420,000 تومان، یه سفر مشهد زن و بچه رو برداشتم اونجا بردم، خواستن راحت بشن هتل 340,000 تومان. من یه ملیت ها. خب مومن، اون چه تلویزیون رنگیست که تو رو ذلیل میکنه؟ اون چه سفر مشهدیه که تو رو ذلیل میکنه؟ اقنع تعز، قانع باش عزیز باش. انسان دستشو در مقابل پدرش هم که دراز بکنه نوعی ذلته. البته فرق میکنه پدر با دیگران، به هر حال آدم عزیز اون کسی است که به اندازه اون چیزی که داره زندگی خودش رو تنظیم میکنه، یعنی مدیریت اقتصادی میکنه زندگی خودش رو تا دچار ذلت نشه. نمیگم اشکالات پیش نمیاد، بله جایی هست یه طلبه عزیزی هست عزت نفس هم داره، یه بیماری پیش میاد برای زنش، برای بچهش، برای خودش، بستری میشه، هزینه میکنه، مشکل ایجاد میشه، بالاخره او باید تأمین بکنه، ممکنه بیاد قرضی بخواد، دوستانم کمک بکنن، ثواب ببرن، ما هم خدمت بکنیم. این ولی شامل همه نمیشه. بخش عمده ای از عرشبت که سر افکندگی های ما این نوع رفتارهای اجتماعی، رفتارهای اقتصادی و رفتارهایی است که تعریف درستی نداره. یعنی انسان میتونه با یک برنامه ریزی خودش رو در اون مقام عزت خودش عرشبت که نگاه داره. راه دیگه ای که انسان میتونه عزیز بشه، امام صادق فرمودن، حالا من راجع به اون مسئله قبلی که عرض کردم دست راز نکنیم، از کسی چیزی نخواهیم، این رو استاد بزرگوار حضرت آیت الله جوادی میفرمودن، از قول کسی نقل میکردن، میگفتن رهبر معظم انقلاب بعد از اینکه به مقام رهبری رسیدن، یکی از کارهای خوبی که کردن
یک گروهی رو به اصطلاح یک گروه افراد فهمیده‌ای رو در واقع مهیا کردن که اینها برن تو شهرهای مختلف علمای بلاد رو شناسایی کنن، علمایی که وضع مالی خوبی ندارن رو رسیدگی کنن. چرا؟ چون تو علمای ما، بزرگان ما پیرمردایی هستن. من اخیراً با یکی دو تاشون آشنا شدم. اینها خیلی عزیز النفسن، زندگی رو به سختی میگذرونن، اما دیگه اون که نمیتونه به تو صفه شهریه وایسه، با اون وضعیت نمیتونه بیاد که اینم باز یه پاورقی بزنیم در واقع، تو پرانتزی عرض بکنیم، ماها هم باید رفتارهامون عزت آمیز باشه. اینو عرض بکنم، این صفهای شهریه رفتارهای عزت آمیز نیست. این کاری که بزرگان ما میکنن اشکال داره. بزرگان ما باید طلبه رو عزیز کنن، طلبه با عزت رشد کنه، با ذلت رشد نکنه. طلبه اگر ناچار باشه برای 10 تومن 15 تومن کمتر بیشتر بره تو صف وایسه، تو صف ببینه افراد مختلف، رفیق رفیقو ببینه، پیر پیر جوونو ببینه، جوون پیر، این رفتار رفتار عزیزانه نیست. ما داریم دیگران رو ذلیل میکنیم برای اهدافی که معلوم نیست چیه. این رفتاری که الان دفتر رهبر معظم انقلاب داره، یه حساب بانکی هست، یه کارتی هست، پول به حساب میریزن، طرف اینو برمی‌داره، این توش عزت هست. حالا افراد توی شرایطی دیگه نمیتونن برن عرشبت که اون وچه خودشون رو خراب کنن برای مبلغ کمی پول. ایشون گروهی رو معین کردن که برن سرکشی کنن. گروهی که به تبریز رفته بود این گزارش آورده بود که ما رفتیم اونجا، یه آقای بزرگواری که از نظر علمی هم قوی بود و وضع مالی بسیار ضعیفی داشت و سرکشی کردیم و خدمتش رسیدیم و به هر حال صحبت میکردیم رو موارد مختلف که یه شرایط ایجاد شد ما بتونیم کمکش کنیم. چون میدونید آدمی که عزیزه در این شرایط هم باز به این راحتی کمک رو نمیپذیره، تا بگن اومدیم بدیم میگه خب دستتون درد نمیکنه. اون یه حالت درونیه دیگه، در حالت درونی پس میزنه این رو. شما حساب بکنید، شما کلیتون رو میخواین عوض کنید، باید 7-8 تا کلیه بزنید، پس میزنه کلیه ها رو، قبول نمیکنه. این بدن هر بیگانه ای رو نمیپذیره، اون عزت هر چیزی رو نمیپذیره. اون آقا میگفت ما صحبت کردیم رسیدیم به شهریارشون تبریز بودیم، گفتیم سر چیزو باز کنیم. گفت ایشون گفتش که من شهریار رو خیلی دوست دارم، اما شهریار در این شعر معروفش علی همای رحمت تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه هما رو، یه جاش اشتباه گفته، اونشو من دوست ندارم. گفتم اون چیه؟ گفت اونجایی که میگه برو ای گدای مسکین در خانه علی زن که نگین پادشاهی دهد از کرم گدارا. برو ای گدای مسکین در خانه علی زن که نگین پادشاهی دهد از کرم گدارو. ایشون گفت خب این چه عیبی داره کسی بره در خانه علی؟ علی انقدر بزرگواره که نگین پادشاهیشو به گدا میده؟ این حرف قشنگیه. گفت این حرف قشنگی نیست، چون کسی خصوصیت علی این بوده که کسی در خانهش نره، علی در خانهشون بره، علی بره به گدا رسیدگی کنه. بعد گفتن من اینجوری میگم، نرو ای گدای مسکین به در سرای مولا که علی نظر نماید در خانه گدارا. نرو در خونه علی، علی هم که باشه تو نرو در خونش، علی هست که میاد در خونه ای تو و به گدا رسیدگی میکنه. باز گدا هم هستی، گدای عزیز باش، طرفت علی هم هست بازم عزیز باش، دست دراز نکن. در مقابل عزت که ما باید واقعا تو این زمینه رو خودمون کار کنیم، عزیز و نفس باشیم. عزیز و ما اگر عزت داشته باشیم همه کار میتونیم بکنیم. اولا پیش خودمون باید عزیز باشیم، یعنی خودمون بدونیم سر در مقابل هر کسی خم نمی کنیم، در مقابل هر حکومتی سر خم نمی کنیم، در مقابل هر دستوری سر خم نمی کنیم. شرایط مختلف پیش میاد. الان بعضی از کشورهای ما به مشکل برخورد کردن، حکومتشون دارن فشار میارن، دارن فشار میارن، تو باید برگردی برنگردی چه میکنی؟ خب اینجا موضع آزمایشه دیگه. آدم از خودش عزت نشون میده، سربلندی نشون میده، یا از خودش ذلت نشون میده، کوچکی نشون میده. در مقابل حضرت امین فرمودن ساعت و ذلن لا تفی به عزت دهر، همه عالم رو هم به تو عزت بدن
یه ساعت ذلیل باشی ارزش نداره. ساعت و ذلن لا تفی به عزت دهر، اینقدر ذلت بده، اینقدر سرخم کردن در مقابل دیگران بده. امام حسین فرمودن موتون فی عزن خیرون من حیاتون فی ذل، مردن در عزت بهتر از زندگی در ذلته. امام صادق فرمودن، هر کدوم از اینا توضیحاتی داره که میگذاریم، امام فرمودن که ان الله تبارک و تعالی فوز الى المؤمن كل شيء الا اذلال نفسه، خدا به مؤمن تفویض کرده خیلی چیزها رو، هر چیزی رو، یه چیز رو تفویض نکرده، اذلال خودش. مؤمن حق نداره خودش رو ذلیل کنه، مؤمن حق نداره خودش رو پست کنه در مقابل دیگران. امام باقر فرمودن لا ذل كذل طمع، اینا راه طمع داشتن آدم رو ذلیل میکنه. یعنی آدم مثلا فرض کنید میبینه یه کسی هست تو منطقهشون، تو فامیلشون، این آدم پولداریه، این آدم قدرتمداریه، طمع میکنه خودش رو به اون نزدیک کنه، میگه خب من به اون نزدیک بشم یه امیدی هست بالاخره، من به مشباقر و مشقاسم اگر نزدیک بشم گداگشنا به خودشون هم نمیتونن برسن، پس بذار به این بابا نزدیک بشم که یه امیدی داشته باشن. این میگیم طمع کردن. میفرماد هیچ ذلتی مانند ذلت طمع نیست. وطلو بقاء العز به اماتت طمع، اگر میخوای عزیز باقی بمونی طمع رو در خودت بکش. وطف ذلت طمع به عز الیأس، و ذلت طمع رو با عزت یأس دفع کن. عزت یأس یعنی چی؟ یعنی یأس از غیر خدا. وطف ذلت طمع، ذلت طمع رو با عزت یأس از غیر، همه چیز دست خداست. اگر انسان مؤمن باشه، اگر ایمانش تو اون حد اقل هایی که ما تعریف کردیم و تعریف کردید باشه، این میدونه همه امور دست خداست، این میدونه یه برگ هم که از درخت میفته به اذن خداست، اون میدونه که خدا روزی همه موجودات عالم رو داره میده، به مار و مورش داره روزی میده خدا، به عقربون عرشبت که روتیلش داره روزی میده خدا، به این جنینی که در دل مادر بوده، به این نطفه‌ای که جنین شده خدا روزیشو رسونده، نذاشته این جنین بدون غذا بمونه، روزیشو رسونده. اگر اعتقاد داشته باشیم برای روزیمون دنبال این و اون نمیدویم، طمع نمی کنیم، برنامه ریزی های اقتصادی به این معنا که این آقا اون آقا، این منطقه اون منطقه، اینجا پولدارترن اونجا، این کارا رو نمی کنیم. کار می کنیم، تو نیکی می کن و در دجله انداز، حساب ایناشو نمی کنیم، حساب ما فقط خدمته، خدمت برای خدا، بقیش با خود خداست، باقی امور با خود خداست. فرمود دفع کن ذلت طمع رو با عزت یأس از دیگران. ثمره طمع چیه؟ حضرت امیر فرمودن ثمره طمع ذل دنیا و الاخره، ذلت دنیا و آخرته. و باز امام صادق فرمودن من احب الحیات ذله، کسی اصلا زندگی دنیا رو دوست داشته باشه ذلیل میشه. اصل ذلت انسان به خاطر دوست داشتن زندگی است دیگه. اون کسی که دنبال مقامه چون زندگی رو دوست داره، اون که دنبال عرشبت که شهوته چون زندگی رو دوست داره. این بحث عزت و ذلت برای ما آخوندا، برای ما طلبه ها خیلی مهمه و اینم کار میخواد. البته یه مقدار این روحیات به اصطلاح اون وجود اصلی انسان هست، اون شاکلی اصلی انسان هست، بعضیا اصلا عزیزن از نظر ذاتی، یه حالت عزتی درشون هست، اما اینجور نیست که دیگران از این به اصطلاح سرمایه کم داشته باشن، باید روش کار بکنن و با نوع رفتارهای خودشون، رفتارهای عزت آمیز، عزت دنیا و آخرت خودشون رو تأمین بکنن. فرمود و اعزنی، این یه کلمه که من رو عزیز بدار، من ذلیل نباشم، ولا تبتلینی بالکبر، منتها عزت خیلی نزدیک از نظر مرز با کبر. ببینید ما تو این حرکتی که داریم میکنیم، در این سیری که داریم میکنیم، در این سلوکی که داریم میکنیم، تا اون لحظه آخر خطر ما رو تهدید میکنه. از هر مسیری که بخوایم بریم یه مقداری مسیرمون کج بشه به بیراه میریم. عزت داشتن خیلی خوبه، سرخم نکردن خیلی خوبه، به خودش وابسته بودن انسان خیلی خوبه، اما یه ذره از حدش بگذریم میشه کبر. فلذا تا میفرماد و اعزنی،
بلا فاصله میفرماد که ولا تبتلینی بالکبر، این عزت منو به کبر وادار نکنه، آدم متکبری نمیشم. این دوتا یعنی عزت نفس و کبر انقدر به هم نزدیکن که گاهی به ائمه معصومین میگفتن شما متکبرید، در حالی که اینا عزت نفس داشتن. روایت هست که قال رجل للحسن علیه السلام، خدمت امام حسن آمد گفت ان فیک کبرن، من تو شما یه نوعی کبر میبینم، شما سنگینید، چه کبری در شما هست. فقال کلا، حضرت فرمود اینجوری نیست، الکبر لله وحده، کبر مال خداست، ولیکن فیه عزتون، در من نوعی عزت هست. قال الله تعالی ولله العزت ولرسوله وللمؤمنین، خدا فرمود عزت مال خداست و مال رسولش و مال مؤمنینه، عزت بد نیست. این از این جهت هم مهمه، ما تو رفتارهای خودمونم گاهی اشتباه میکنیم، میگیم فلانی خیلی متکبره، نباید سوء ظن داشته باشین. افراد بعضیا عزت نفس دارن، مثلا فرض بفرمایید، حالا ما باز نمونه هایی است که یه آقای اومده داره اینجا میگرده، داره بازدید میکنه، شخصیتیه، وزیریه، رئیس جمهور اصلا، بعضیا میدونن دنبال آقا، بدو بدو میکنن از این سولاخ از اون سولاخ، یه دست به اینا، بابا این آقا همون است که تا پریروز ارشاد که اگر میخواست شما رو ببینه باید شما وقت میگرفت، فرق که نکرده، عنوان فرق کرده دیگه، حالا شده نماینده مجلس، حالا شده وزیر. اون آقای وزیر خارجه ما تو سنگال بود دیگه، از وزارت افتاد، تا دیروزش همه میدویدن ازش وقت بگیرن، حالا نشستهش کسی میره ببینش، کسی نمیره نگاش کنه. خود ما که میگیم یعنی دوستان مجموعه میخواستن وقت بگیرن بیا سخنرانی صحبت، وقت نمیدادن، سرش خیلی شلوغ بود، حالا وقت داره کسی سراغش نمیره. این آدم همون آدمه، دنبال دویدن و دنبال یه راهی خودتو بهش چسبوندن و من با وزیر عکس دارم و من با رئیس جمهور عکس دارم و این نوعی ذلت نفسه. حالا بعضی اینجوری نیستن و دیگران تصور میکنن این نوعی تکبره، یعنی آقا طرف خیلی متکبره، مثلا سفیر فلان کشورم اومد نرف عرض ادب بکنه، نه، این به دلیل اینکه این آدم برای یه کاری اومده، کار خودشو میکنه میره دیگه، این یه کاری داشته، کارش چی بوده؟ مثلا بازدید، کارش چی بوده؟ مثلا سفیر فلان کشور اومده با طلبای کشور خودش ملاقات داشته باشه، خب کارشو میکنه میره دیگه، دیگه دویدن نداره که. این دقت لازمه که ما به دیگران عرض شود که بدبین نشیم، گاهی افراد به خاطر اون عزت نفسشونه که خودشونو در هر صحنه به هر حال به تعبیر ما ایرانی ها خودشونو لخود هر آشی نمی کنن. فرق عزت با کبر اینه، کبر یک صفت درونی است، کبر یک صفت درونی است که انسان خودش رو نسبت به دیگران برتر میدونه. مشکل کبر اینه که میگه من از دیگران برترم. در عزت نفس این نیست، در عزت نفس انسان خودش رو عزیز میدونه اما هیچ وقت نمیگه من از دیگران برترم. اگر کسی گفت من از دیگران برترم ولو به واسطه عزت نفسش، بگه من عزت نفس دارم، اون ذلت نفس داره، من از او بر، این میشه کبر. در عزت نفس طرف خودش رو با دیگران مقایسه نمیکنه، خودش رو با خودش مقایسه میکنه، نمیگه من از دیگران بهترم، من از دیگران برترم به هر دلیلی. اما در کبر این مشکل هست که انسان خودش رو از دیگران برتر عرض شود که میدونه. در کبر افراد خودشون رو برتر میدونن و خودشون رو، این برتری دانستن باعث میشه دیگران رو کوچک بدانن، رفتار اجتماعیشون به نوعی است که دیگران تحقیر میشن، آدم متکبر دیگران رو تحقیر میکنه با رفتارش، با نگاهش، با لبخندش، با چین و چروک صورتش. مثلا شما دارید یه انتقادی میکنید در یه بحث علمی، من اینجا نشستم، من آقای دکتر فلانی هم اینجا نشستم، رشته تخصصیم مثلا فلسفه ماورا و طبیعته، درس خوندم، کتاب نوشتم، شما یه طلبه هستید، طلبه ساده ای هستید، پومیشید دو سه تا مطلب میگید، این آدم وقتی یه لبخندی میزنه، یه چشم اینجوری میکنه، نگاه میکنه، این نشانه تکبره، این آدم متکبریه، خب لبخند زدن نداره، چین و چروک تو صورت انداختن نداره، کله این ور اون ور کردن نداره،
شما یه آقایی هستی، اونم یه بنده مسلمانی است، جوان مؤمنی است، داره حرفشو میزنه دیگه. کبر، در کبر طرف یه فشار درونی داره، از درون یه چیزی داره بهش فشار میاره دائما که دیگرانو کوچیک کن که خودت بری بالا. هر چی دیگران کوچیک‌تر بشن تو میری بالاتر. تصورش اوهام و خیالاته. در کبر اوهام و خیالات حاکمه. طرف که حرکت متکبرانه از خودش نشون میده، خیال میکنه داره میره بالا، داره میاد پایین، در واقع داره میاد پایین. فلذا هیچ متکبری نیست جز این که ذلیل میشه، هیچ متکبری عزیز نمیشه. تکبر انسان رو ذلیل میکنه، انسان رو عزیز نمیکنه. انسان متکبر برای خودش امتیاز میبینه، خودش رو بالاتر از دیگران میدونه، در اقوال و افعال و حرکاتش این رو نشون میده و خودش هم متوجه این بروز بیرونی نیست. تا اونجایی که واقعا این خودیت انسان، اون منیت انسان، انسان رو میبره در فضای ادعای خدایی کردن. مشکل شیطان چی بود؟ تکبرش بود دیگه. و الا شیطان که چند هزار سال به فرمایش حضرت امیر داشت عبادت میکرد، چند هزار سال عبادت کرد، خودش از کی برتر دونست؟ از کی؟ از آدم. خلقتنی من نار و خلقته من تین. فقط مشکلش همین بود. خلقتنی من نار و خلقته من تین. من از آتشم، اون از گله. خود آتش رو، مشکل شیطان این بود که آتش رو از خاک بالاتر میدونست. با همه اون عبادات که حالا بعضی میگن سالهای هزاران سال عبادت، سالهای دنیایی نبوده، سالهای اون دنیایی بودی که اصلا از حساب کتاب عرض شود که در میاد. سالی که الالله، کسی که داره سیر بندگی میکنه باید دائما خودش رو به خدا نزدیک بکنه. کبر دائما انسان رو از خدا دور میکنه. شما حساب کنید یه بادکنکی دارید، یه رفیقی هم دارید، یه بچه‌ای مثلا کنارتون، یه رفیقی کنارتون هست، این بادکنک هرچی باد بشه فاصله چی میشه؟ بیشتر میشه دیگه. این باده، چیزی نیست تا باده، این کبر باده، منتها بادی که هرچی توش فوت کنی این چون بزرگ میشه، بزرگ ظاهری میشه، باطنش که بزرگ نمیشه. بادکنک، بادکنک همینه دیگه، همین تیکه پلاستیکه، همین تیکه پلاستیک. هرچی باد میکنی، حالا گنجایشش هم زیاده، این که نمیتره که به این راحتی، هرچی باد تو این بادکنک میکنیم طرف رد میکنه، پس میزنه. شما هرچی متکبر باشید رفیقت پس میزنه، دوستت پس میزنه، دینت پس میزنه، آیندت پس میزنه، کنار میره. آخرم این بادکنک میتره که شما میشی ذلیل. فلذا داریم که ذلیل ترین افراد در روز قیامت متکبرین هستن. روایت داریم در روز قیامت متکبرین به صورت مورچه محشور میشن. ما محشور شدنمون در روز قیامت صورت دنیای عملمونه. مورچه یعنی خیلی پست، خیلی ریز، خیلی کوچیک. این آدمی که خودشو خیلی بزرگ میدید خیلی کوچیکه. در روایت هست که اینها زیر دست و پای مردم میرن، هی مردم لغتشون میکنن، کوچولو کوچولو هن دیگه، هی مردم لغتشون میکنن تا خدا از حساب همه فارغ میشه، تازه میاد سراغ این کوچولوها، میگه شما متکبر بودید. آخرین کسانی که مورد حساب و کتاب واقع میشن تو اون سختی ها متکبرین هستن. کبر، وقتمون دو به اتمامه. کبر گاهی خیلی اینا مهمه برای ماها. بازم میگم کبر تو آخوند خیلی زشته. آقای پروفسور فلانی استاد فیزیک دانشگاه فلان، خب حالا یک کمی کج را میره، کج نگاه میکنه، نمیدونم، حالا عیب نداره. آقای فلانی تاجر فرش در کشور آلمان، حالا اینقدر پول داره که دیگران رو هیچی نمیبینه، حالا جای خودش. اما آخوند به مردم کج نگاه کنه، کج را بره، متکبرانه حرکت کنه، مردم بیان سراغش ردشون کنه، دست بهش بزنن ردشون کنه، این خیلی زشته. چون مردم در آخون، در طلبه، در روحانی میخوان عرشبت که اسره خودشون رو پیدا کنن. تکبر در آخون واقعا خیلی زشته. در روایت آمده که
خیلی اینا واقعا نکات مهمی. این تقسیم رو اول عرض کنم، کبر گاهی به خاطر امور داخلی است، گاهی به خاطر امور خارجی است. امور خارجی یعنی چی؟ یعنی صورت آدم زیباست، هیکل آدم قشنگه، این طرف ورزشکاره، این طرف تو کامپیوتر استاده، سریع براتون برنامه نویسی میکنه، این طرف تو کلاس شاگرد اوله. اینا امور خارجی است، نمود خارجی داره. زیبایی رو خدا داده، هیکل خوب خدا داده، عرشان خیلی سر خدا داده. این آدمی که متکبر میشه به این عرش زیبایی خودش، به این هنر خودش، این به واسطه امور خارجی متکبر شده. اما گاهی کبر به واسطه امور داخلی است. مثل چی؟ مثل ایمان. ایمان، طرف آدم مؤمنی است، اهل نماز شبه، اهل روزه است، اهل انفاقه، منتها این مسیر عرض میکنم همیشه ما در خطریم، رفته 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 به یه جایی که مثلا الان مدت مدیدی است که نماز شبش ترک نشده، مدت مدیدی است که هر روز هر چی در میاره نصفشو صدقه میده، میرسه به یه جایی که احساس میکنه خب من یه صفتی دارم که این رفیق بغلیم نداره، من هم حجرم با این بابا دیگه، این هر شب خوابه، یه بار ندیدیم این انفاق بکنه، یه بار ندیدیم بر راه خدا حرکت بکنه. در خودش یه برتری میبینه، در خودش یه کمال میبینه به واسطه مسائل چی؟ درونی، به واسطه ایمان. این کبره، این بدبختش میکنه. در روایت داریم لا یدخل الجنه من فی قلبه مثقال ذره من کبر. خیلی مهمه، لا یدخل الجنه من فی قلبه مثقال ذره، یه ذره اگر کبر باشه، ولو کبر به ایمان باشه، ولو کبر به اعمال باشه، این وارد بهش نمیشه. متقابلا اونورم هست، گاهی کبر به واسطه عرشبت کفره، گاهی طرف کافره، به کفر خودش، شیطان اینقدر قویه، طرف ایمان داره شیطان وارد میشه، طرف کافره شیطان وارد میشه، طرف صالح شیطان وارد میشه، طرف طالح شیطان وارد میشه، طرف مثلا رقاصه است در فلان شهر آمریکا، رقاصه، اصلا فاحشه است، اما فیلم برداری میکنن، مصاحبه میکنن، اینا متکبرانه، بله من رقاص بزرگ فلان هست دیگه، شما میبینید هر سال جام اسکار بهش میدن، این خانم انقدر عرشبت مقامش بالاست که تونسته تا حالا در مثلا 20 تا فیلم سینمایی فلان نقشو که نقش مفتزعی است به خوبی ایفا کنه، اونم سری تکون میده، دستی تکون میده، جامو میگیره میبوسه، متکبرانه. کبر به واسطه اعمال سیئه، در مقابلش کبر به واسطه اعمال حسنه. آقا نماز شب میخونه، آقا قرآن میخونه، کبرش همون کبره. این کبری که با قرآن خوندن حاصل شده، با اون کبری که با فحشا ایجاد شده، کبر اون صفت درونیش یکیه، دوتا نیست، نتیجه دوتا عمل یکی شده، منتها اون یه کیفی تو دنیا کرده متکبر شده، این کیفش هم نکرده و متکبر شده، این خسرت دنیا و الاخره شده. کار ما سخت‌تر از دیگران اینه، آخوند خسرت دنیا و الاخرت میشه اگر متکبر باشه، غیر آخوند کیف دنیاشو میکنه و عرشبت خسرت الاخره میشه. فلزا باید دقت بکنیم که عرشبت حالت کبر در درون ما ایجاد نشه. متاسفانه فرصت دیگه نداریم. گاهی کبر با کشف و کرامت، آدم به کشف و کرامت میرسه، مستجاب و دعوه میشه. اون شخصیت قرآنی که مستجاب و دعوه شد کی بود؟ بلعم ابن باورا. اون به کشف و کرامتش متکبر شد، دعا میکرد دعا مستجاب میشد. مسئله قرآنیش فکر کنم راجع به ایشونه که مسئله او که مسئله کلبه، به جایی میرسه این آدمی که دعا میکرد خدا دعاشو رد نمیکرد، تعبیر سگ شده بهش. گاهی چون متکبر اینجوریه، کشف و کرامت آدم رو بدبخت میکنه. به جایی رسیدن اگر در درون انسان حالت تواضع، حالت خداجویی، حالت دانستن همه چیز از خدا نباشه، بدبخت میکنه. راه کبرم اینه، آدم بدون این همون نطفه هست، آدم تا آخر عمرش باید بدون همون نطفه هست، همون نطفه نجسه که روزی میلیاردها نطفه نجس میریزه تو دستشویی ها، یکیش ماییم. آدم خودشو باید اینجوری ببینه، اوله نطفه، آخره جیفه.
اولش نطفه ایم، آخرش یه مرداری، شما هر کدومتون، اولش من بعد شما، اولش من بعد شما. اگر بمیریم، خود من اگر بمیرم جنازه‌مو اینجا بذارن، ممکنه یه روز دوستان لطف کنن بیان فاتحه بخونن، روز دوم از دم در بخونن، روز سوم میگم اون ولش داد بوی گندش حال ما رو به هم زد. به سه روز نمیکشه میگن بوی گندش حال ما رو به هم زد. حالا ما الان تو دفترمون شما باید بنشینید مثلا ما رو ملاقات کنید، که عذرخواهی هم میکنم وقتمون کمه، گاهی ملاقات صورت نمیگیره. اگر بمیرم بنده سه روز، حضرت امام خمینی با اون عزتش، با اون بزرگیش که واقعا شخصیت بی‌نظیری بود، سه روز جنازه‌شو گذاشتن مردم برن عرشبت که وداع کنن باش. همون حضرت امام اگر یه هفته می‌ذاشتن معلوم نبود چه اتفاقی می‌افتاد. فلذا روایت داریم که مرده مؤمن تا مرد رو دفنش کنید، نذارین ذلیل بشه. جنازه است دیگه، حالا جنازه رو بریزید زیر خاکش کنید. ما اولمون نطفه ایم، آخرمون جیفه زیر خاکیم، که کرم و مور و غذای کرمای زیر زمینیم که دهن واس کردن بمیریم ما رو بخورن. درست؟ این آدمی که اولشونه آخرشونه بلاشی متکبر باشه. ما قرره که برب بکل کریم، آدم اگر بدون چی بوده و چی خواهد بود، حتی آدم بزرگترین فیلسوف عالم باشه، این همه علمی که آموخته تو این عالم جایی نداره اصلا. شما مرجع تقلید باش با هزاران جلد کتاب، این مقدار علم شما تو این عالم جایی نداره. این همه علمای ما از دنیا رفتن، کدومشون الان من بگم علمای 300 سال قبل رو بشمارید کی میتونه بشماره؟ آقا علمای 500 سال قبل رو بشمارید، دو تا سه تا علامه مجلسی میگید و هم اینا هم همین اسماشون رو فقط میدونیم، یه علامه یه اشاره ازشون میدونیم. آدم اگر بدونه چیه، از کجا آمده، به کجا میره، چه جوری زود فراموش میشه، متکبر نمیشه، رو به سوی تواضع میره، رو به سوی تکبر نمیره. چون بحث کبر رو دیگه ادامش نمیدیم، این نکته رو عرض کنم بد نیست. گاهی متکبرانی هستن که خیلی زرنگن، متکبرانی که خیلی زرنگن متکبرن اما خودشون رو متواضع نشون میدن، در ظاهر گردنش کجه، مستاکم الله و سبحکم اللهش به راه عرض ارادت میکنه، اما درونش تکبره. اینا همیشه نمیتونن خودشونو نگه دارن. بنده خیلی هم که تواضع از خودم نشون میدم، توی جلسه ای دو سه بار به من ضربه بزنید شما، آقا شما اشتباه کردی، آقا شما فلان کردی، آقا سه چهار بار که ضربه بزنی اون باطنم یفه میاد رو، بدید آقا من 20 سال اینجا دارم کار میکنم، شما از راه رسیدید، 30 سال تو حوزه علمیه قم درس خارج، 5 تا مرجع من نشستم، چقدر تقریرات دارم، چه این اون کبرش میریزه بیرون. کسی که میگه من اینجوری بودم، من اینجوری خوندم، من این کارو کردم، من اینو نوشتم، اینقدر پایین اومد استاد راهنما بودم، اینقدر چی کردم، تو دانشگاه فلان منو دعوت کردن نرفتم، فلان جا خواستن نرفتم، این یعنی چی؟ یعنی من این برتری ها رو نسبت به شماها دارم، میشه کبر، میشه تکبر. متکبر نمیتونه همیشه خودش رو تو قالب تواضع نشون بده. بیدل یک شعری داره میگه تواضع‌های ظالم مکر صیادی بود بیدل، که میل آهنی را خم شدن. این میله تا میله است، خب میله است، میله آهنی اگه نرم نشه فقط خم بشه، که میل آهنی را خم شدن قلاب میسازد. آدم متکبری که داره خودشو متواضع نشون میده داره قلاب میسازه که ما رو بدبختمون کنه. گیره اینجور آدم ها نباید بیفتیم، خدا به ما عنایت کنه. این صفت پلید کبر، این رذیله پلید کبر که دنیا و آخرت ما رو از بین میبره از ما دور کنه و ما رو به صفت مقابلش انشالله متصف بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله.